نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار فعال حقوق زنان از مالمو سوئد همراه ما هستن. خانم دوستدار، این بیانیه‌هایی که به صورت همبسته صادر میشه در راستای حمایت از معلمان زندانی، به نظر شما چقدر حائز اهمیت هست و چه تأثیری رو ممکنه داشته باشه؟ این بیانیه ها حالا در عین اینکه داره از یک کارزار مشخص در حمایت از زندانیان، معلمان زندانی منتشر میشه، در عین حال از لحاظ مفهومی من فکر میکنم که واجد مسائلی است که به طور خلاصه آنچه که در نظام آموزش و پرورش ایران داره میگذره، چه بر وضعیت کلی آموزش، چه بر دانش آموزان و چه بر معلمان رو توصیف میکنه. مسئله جنبش صنفی معلمان ایران که آقای عبدی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص این جنبش سالهاست در ایران هست، تنها مسئله صنفی و مربوط به معیشت معلمان نیست، بلکه مجموعه از عوامل رو در واقع در بر میگیره که همه اونها به یک بحران در وضعیت آموزش و پرورش ایران منجر شدن. اگر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلی که آموزش و پرورش رو برای همه ایرانیان، فرزندان ایران تضمین میکنه شروع بکنیم، در میابیم که خب این ابدیهی ترین اصل قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش الان تبدیل شده به یک موضوع طبقاتی که حتی جلوه هاش رو ما میتونیم در کنکور، در سطح سواد، در بازماندگی کودکان از تحصیل و شکلهای مختلف ببینیم. به همون نسبت محتوای آموزش و پرورش، محتوای کتابهای درسی و آنچه که مدارس جمهوری اسلامی تلاش میکنن به دانش آموزان انتقال بدن، اینها محل سوال هست و همه اینها چیزهایی است که جنبش صنفی معلمان در کنار مطالبات به حق معیشتی خودش اونها رو دنبال کرده. دیگه مسئله جنبش صنفی معلمان علاوه بر اینکه به درستی از بحران معیشتی خودشون یاد میکنن و این نابرابری حقوق دستمزدها رو بهش تاکید میکنن، بلکه در کنارش به درستی پافشاری میکنن بر حقوق صنفی معلمان به عنوان کسانی که هم با در واقع فلسفه کلی آموزش و پرورش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مسئله دارن، هم به دنبال این هستن که برابری حقوق شهروندی برای یک قشر بسیار مؤثر در واقع سرنوشت آینده ایران یعنی معلمان تضمین بشه. مجموعه این چیزها من فکر می‌کنم که این کارزار 100,000 امضا برای حمایت از یعنی برای آزادی زندانی معلمان زندانی رو در بر می‌گیره و هر امضایی برای در واقع این کارزار به معنای پررنگتر کردن و پافشاری کردن بر مطالباتی است که معلمان ایرانی در طی سالها مبارزه خودشون در قالب انجمنها و شوراهای صنفی دنبال کردن و هزینه بسیار گزافی براش پذیرفتن که من باز هم تاکید میکنم آقای اسماعیل عبدی یکی از برجسته ترین چهره ها و یکی از شاخصه های در واقع این جنبش صنفی است. متشکرم از شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار فعال حقوق زنان از مالمو سوئد.